دوستان عزیز و گرامی، خدمت شما سلام می رسانم. به قسمت هشتم سخن با شما بسیار خوش آمدین و بسیار تشکر می کنم از کامنت های بسیار مقبول زیبایتان که مرا واقعا انرژی می ده. صحبت های شما که ما بتانم زیادتر فکر کنم و خاطرات قشنگ و زیبای افغانستان رو به خاطر خود بیارم و برای شما عزیزا قصه بکنم. معمولاً که در طول هفت برنامه گذشته، البته این برنامه هشتم است، در طول هفت برنامه گذشته من هنوز در افغانستان هستم. من 20 سال عمر خود در افغانستان، 21 سال عمر خود در افغانستان تیر کردیم، ولی قدر خاطره از 21 سال دارم. هنوز نبر آمده، من باز ایران میرم. در ایران یک مدت زیاد خاطرات هنری زیاد دارم با نعیم جان پوپل، با احمد زایر، سفری که در ایران داشت. و باز به آلمان میرم، در کشور آلمان هم خاطرات بسیار زیاد دارم، خاطرات هنری. و بعد از که در امریکا میام، چه اتفاقا میفته، خاطرات بسیار زیاد با هنرمندها و با کارهای هنری و کارهای میدیایی زیاد است. ولی خب فعلا در افغانستان هستم و حتی فعلا قدر وقت هم قدر دوستان هم خدا سوالاتشان زیاد است در صفحه یوتیوب که وقتی کلیپ هم اندازم سوالاتشان قدر زیاد است که من وقت پیدا نمیکنم زیادتر خاطرهای خود براتون بگویم. ولی انشالله میرسیم. فقط سعی میکنم اولی کاری که بکنم هم سوالات شما را جواب بدم. یک دوست ما سوال کرده بود که ما جایی که کنسرت داشتیم، تا جایی که یادم است، محلایش جایش براتون میگم. ما مثلا در هتل اسپینزر، هتل اسپینزر در پل باغومی، پلی بانک پشتنه، پشتنه تجارتی بانک بود و پلیش یک هتل بسیار کلام بود به نام هتل اسپینزر. و در اون طبقه بالای از این باز یک رقم بال روم واره بود، یک جای بسیار کلام بود که عروسی ها و برنامه هنری میشه. در اوجه کنسرت احمد زایر، با احمد زایر زیاد برای کنسرت رفتیم. و در اوجه باز او هتل اسپینزر که بود، باز یک افغان روم داشت، یک اتاقه که بسیار کلان نبود و قدر بسیار خرد تنگ و ترش هم نبود، ولی خب یک اتاقه که نسبتا متوسط بود. و در او افغان روم، چون در هتل توریست ها زیاد نمودن، در او زمان های قدیم در افغانستان، در زمان ظاهرشاه و زمان های داود خان، اینقدر توریست از سر تا سر دنیا به افغانستان می آمد که باورتان نمیشه. برای اینکه یک مملکت بود که امنیت بود، در اون مملکت مشکل نبود، مردم اینقدر مهمان نواز بودن. همی افغان های ما که وقتی که خارجی ها را می دیدن، مثلا از اروپا، اروپایی ها، امریکایی ها، از هر جای دنیا مردم می آمدن برای گردش. تنها کابل نه، کابل قدر زیاد جای بسیار دیدنی جالب زیاد نداشت، ولی به طور کل می آمدن به افغانستان، به کل افغانستان سفر می کردن. و یک قدر مردم افغان مهمان نواز بودن که می مستر می گفتن و در خانه خود دعوت می کردن مردم. بسیاری کسا خانه خود و هتل ساخته بودن، در اون زمان ها بسیار زیاد بود، به خصوص در شهر کابل. و در تمام خانه از یک هتل بود، تمامش هم توریست ها زندگی می کردن. می آمدن مثلا یک هفته در روز که می بودن اونجا، 5-6-10 تا اتاق بود. اون اتاقا را هر کدام یک اتاق برشان درست کرده بودن و باز با شواکی مثل هتل برای پیسه می دادن و شوامی جمعه بودن و بسیار هم خوش بودن. و یه هتل اسپینزر هم همینطور گفتم یک افغان روم داشت به نام افغان روم. باز در اوجه شواکی که می شد، خدا رحمت کنه، استاد ملنگ نجراوی، زیر بغلی نواز بسیار جیره دست ما، و جناب آقای روح نواز، نمی دانم حیات دارن یعنی، اونا هم سرود می نواختن هم رباب می نواختن. با هم اونجا باز موسیقی انسترومنتال فقط با ساز می نواختن. باز همی شوایی که ما کنسرت هم می داشتیم با احمد زایر، باز می گفت بریم بچیم در افغان روم. باز می رفتیم استاد ننگیاله، اسماعیل خان، کل ما قرار می شدیم اونجا ساز گوش می کردیم. بسیار کیف بود و شوخی بود و خنده بود و مذاق بود. و هتل اسپینزر بسیار جای خوب بود. خداوند روی هنرمندان را شاد داشته باشه. تمام عزیزایی که در مرشان قسم می کنم، هیچ کدامشان نیستن غیر ما، فعلا مانده. خدمت شما عرض کنم کنسرت های دیگه، مثلا اولین کنسرت ما در کابل ننداری بود. اولین کنسرت که احمد زایر از سفر هندوستان برگشت در کابل ننداری بود، در دفعه قبل قصه کردم براتون که به حد به اندازه استقبال شدید بود. بسیار که دخترها زوف کردن کنار، با امبولانس اومد اونها رو بردن. بسیار کنسرت عالی بود، در کابل ننداری بود. و بعد از اون باز در سینمای پارک چند بار کنسرت دادیم امرای احمد زایر، یعنی بودیم در کنسرت های احمد زایر، من خود نوازندهش بودم. در سینمای زینب ننداری، یک هتل بود روبروی سینمای زینب ننداری، در اون زمان ها به نام هتل همایون بود، پس آنها گفتن نامش تغییر کرده، هتل همایون بود. در اونجا طبقه دومش بود، بسیار چت پخش هم داشت. یادم ما سر استیج که با ما درست کردن، ما گستاد می شدیم سر کلمه در چت می خورد، بسیار چت پخش داشت.
در هتل ماین بود کنسرت ما، بارها در هتل پلازا. هتل پلازا هم در می طرف پل باغمومی بود، با هتل اسپینزر نارسیده به طرف راز در سر گولایی یک هتلک بود که یک سرک باز طرف آسمایی وات میرفت، طرف کارته چهار و کارته سه و دی مزنگی طرف ها که میرفت و سرک به دوستو میرفت. و این هتل پلازا هم در اینجا بود، در اینجا هم چند شب برنامه داشتیم. در یک رستوران بود به نام مارکوپولو که در چارایی تراباز خان بود، در روبروی سفارت پاکستان، که در او مارکوپولو هم شب که خالده پرگل هم کشته شد ما اون شب کنسرت داشتیم با هم از در مارکوپولو یادم. یک رستوران دیگه بود از استاد شاولی ولی ترانساز، خدا رحمت شان کنه. استاد ترانساز بسیار یک انسان بازاق بودن، چندین دانه رستوران داشتن. یک رستوران داشتن به نام خوم زرگر. خوم زرگر بود، رستوران داشتن به نام درواز، یک رستوران دیگه داشتن به نام شهر غلغله. شهر غلغله را قدر مقبول درست کرده بودن. درون از دمی چارایی آجی یعقوب است، اونایی که در افغانستان برنامه را میبینن همی چارایی آجی یعقوب که هست، این طرف مسجد آجی یعقوب است، در اون طرف مسجد یک دمی سر کارنر یک رستوران بسیار عالی درست کرده بودن. و تمام دکوریشن داخل رستوران استاد ترانساز از به اصطلاح از کارهای دستی خود افغانستان بود، یعنی از خارج چیز را وارد نکرده. مثلا چت از اونجا ایتو گنبزی آباد، شهر غلغله خب جای بسیار قدیمی بوده و در منطقه بسیار خارج از افغانستان بوده، نام شهر غلغله یک جای بوده، ولی امورا به مصورت رستوران ساخته بود. و تمام چت از این را که قطعه پوش قطعه نسوار همی یک آینه اک داره، دورش هم یک فریمک است، همی تمام چت های از یای نظمی بود. وقتی که باز چراغ روشن میشد یک نور پردازی بسیار مقبول زیبا داشت، یک فضای بسیار دنج مقبول هم بود و بسیار شاعرانه در خوم زرگر، ولی در شهر غلغله. ولی ما در خوم زرگر چند بار برنامه اجرا کردیم. اما شبی هم که احمد زاهر با فخریه جان آشنا شد و بعدا باز ازدواج کردن در شهر غلغله بود، بسیار خاطره خوشم دارم اما شب. و خدمت شما عرض کنم در هتل کانتیننتال زیاد کنسرت دادیم، حتی یک دفعه همونطور که گفتم برای یک نفر غیر قابل قبول بود، تعجب کرد. برای یک سال هر شب جمعه کنسرت بود در کانتیننتال، اما تو قرارداد بسته کرده بودم رئیس سلیمان جان، یکی از دوستای ما بود که دوستای احمد ظاهر بود، البته دوستای بسیار صمیمی نبود، کسی بود کنسرت گذار بود. و چون احمد ظاهر کنسرتش همیشه به قول امریکایی‌ها سولد اوت بود، یعنی اتو کنسرت نبود که تکت پیدا میشد برای کسی. برای یک سال کنسرت بود در شب جمعه، شب جمعه اونجا کنسرت. یگان اگه یگان اتفاق افتاد یک شب جمعه اگه نمیشد، ولی معمولا هر شب جمعه در روز احمد ظاهر کنسرت داشت و گفته بود اگه یک شب جمعه یک چوکی خالی را ببینم در شب جمعه دیگهش کنسرت نمیتیم، با دیگهش میایم. ولی هیچ چیزی اتفاق نافتاد، برای اینکه هر شب جمعه غیر از اینکه چوکی ها کاملا پر بود، 100 نفر یا 100 نفر اونم مفروختن تکت می وام میفتن ما میشینیم در زمین. و هتل هم چیزی نمیگفت، هتل کانتیننتال هم کدام مشکل نداشت، مردم داخل در جای دیگه ای قانون نیست، نظر به مو کپاسیتی و اندازه خود امو روم نفر میتونه باشه، در غیر از اون نمیتونه. ولی در افغانستان این گپا در اون زمان نبود، 100 200 نفر در دور و دور بال روم کانتیننتال هم میشیشتند. و در سینمای بریکوت هم یک اگه یادتان باشه می دیمزن کس یک کمک به طرف کوتی سنگی و لیسه غازی که یک کمک پیش که میرم دست چپ یک سینما بود که جناب آقای سعید کاغذ سینما را بلدنگ از اونا بود که اونا ساخته بودن و باز سینما را اجاره گرفته بود جناب آقای عبدالله عابد. و این سینما باز در بالای خود یک روم بسیار کلان داشت، یک بال روم وار یک جایی بود که کنسرت ها و آرسی ها اوجه برگزار بشد. و در اوجه چند بار کنسرت داریم، آخری شبه که ما با احمد ظاهر همکاری کردم و ما به طرف ایران رفتم در اموجا بود، برای از که یا خوب دقیق یادم میاد که اموجا احمد ظاهر اعلان کرد که امشب شب آخر است که خلیل امرای ما می نوازه و برای از که برای ادامه تحصیل میره ایران. و بسیار نارام بود، واقعا بسیار نارام بود. من یادم میاد خودش از وقتی که فهمید که ما میرم ایران، برای از که مرا بسیار دوست هم داشت و بسیار همکار بی‌غرضش هم بودم، همیشه همراهش و بسیار خوب کارم میکردم، درم بسیار خوب مینواختم، یک سبک بیخی مخصوص درم خودم آورده بودم در اون زمانی که با احمد ظاهر همکاری میکردم.
حتی عبدالله جان اعتمادی دوستم، بعد از اینکه من به ایران رفتم باز عبدالله جان اعتمادی رو برش معرفی کردم. عبدالله جان هم برش کار میکرد و بسیار کلوز رفیق شده بودن اینا. عبدالله جان هم برای میگفت، خودش چند بار مرا گفته بود که من بازم سبک خودت می نواختم درما. آخری کنسرت ما در اوجه بود، دیم از محل کنسرت ها سوالات زیاد شده در مورد احمد زاهر. من کلا یادداشت کردم برای ازی که یادم نره. یک برادر ما سوال کردن که بجز شما دیگه کی دوست شب و روزش بود. من خودم هم دوست شب و روز احمد زاهر نبودم، برای ازی که من در دورانی که در امرای احمد زاهر همکار شدم، من در مکتب بودم، مکتب داشتم. شبای جمعه چون رخصتی بود بر کنسرت ها میرفتیم و دیگه مواقع و قدر زیاد نمی بودم، ولی باز مکتب خلاف شد زیادتر امرایش بودم. ولی اتونه یگان دفعه اگر اتفاق مفتاد که شب میرفتم از کنسرت ناوخت می بود، شب هم مجه خواه میکدم، ولی قبلا به فامیل میگفتم که من شب می باشم خانه احمد زاهر. ولی من 24 ساعت تمام وقتم رای احمد زاهر نبودم. و احمد زاهر هم تو دوست بسیار ثابت ثابتی را برتان بگویم، دوست بسیار ثابت نداشت. حالا چون خودش رفته، هر کس میگه که من رفیق احمد زاهر بودم، من رفیق احمد زاهر بودم. من بسیاری کسایی که بسیار زیاد خودم میگن، من والا در 6 7 سالی که برای احمد زاهر همکار بودم، من اینا را شاید یکی شخو اصلا هیچ وقت ندیدم. اینم جناب آقای صمد داردار که بسیار در موردش میگن، البته پسانا شاید رفاقت شان زیاد شده وقتی که ما ایران رفتیم، ولی در زمانی که ما همکار بودیم، من شاید یکی دو دفعه هم او را در خانه احمد زاهر دیده باشم که متو اومدن. منتها احمد زاهر هم خودش اوقدر علاقه بدی نداشت که هر کس وقتش هم نداشت، وقت از ایرام نداشت، برای اینکه زیادتر مصروف کارهای خود بود. احمد زاهر بسیار یک هنرمند پرکار بود، یک هنرمند بود که بسیار زیاد وقتش سر موسیقی بود. اوقات بیکاری فقط اونو مرمونش بود، میخواند، کمپوز میکرد. من اینجا لست دارم براتان، حال ما آمادگی گرفتیم که از امروز من اینجا لسته که من دارم 275 آهنگ احمد زاهر دارم، که از این 275 آهنگ 197 آهنگش کمپوز خودش است. 21 کمپوز از فضل احمد جان نینواز خوانده، 10 کمپوز از استاد ترانه‌ساز خوانده، 4 کمپوز از استاد خیال خوانده، 23 آهنگ ایندی را در شعر فارسی خوانده، 1 کمپوز از استاد شادکام خوانده، 1 کمپوز از نعیم جان پوپل خوانده، 1 کمپوز از آقای احمد ولید اعتمادی را خوانده، 1 کمپوز از تیمورشاه جان صدوزی خوانده، 6 آهنگ لاتین غربی خوانده، 1 آهنگ ارمنی خوانده، بی وفا یارم، آهنگ بی وفا یارم آهنگ ارمنی است، 1 کمپوز از استاد ارمان خوانده، 3 کمپوز از استاد زلاند خوانده، 4 آهنگ ایرانی خوانده و 1 کمپوز هم از مسحور جمال خوانده. یعنی بقیه 197 کمپوز دیگه از خودش است. من امروز پلان دارم که برای شما یک تعداد آهنگا رو با کمپوز و شعرش در آخر البته این صحبت های براتون بگویم. خب این مطلب خلاصش من یار خط بزنم، برای اینکه من فکر نمیکنم که به امروز با تمام مسائل برسم. یک برادر دیگه سوال کردن که چرا احمد زاهر به محافل خوشی وطندارا شرکت، احمد زاهر به محافل خوشی وطندارای ما بسیار زیاد شرکت میکرد. کسایی که اگر دعوتش میکردن در عروسی ها قدر زیاد نمیرفت، ولی اگر پول خوب میدادن میرفت. در چند عروسی ما رفتیم، محافل های عروسی بوده که رفتیم به احمد زاهر. محافل خانگی امرای زیادتر امرای دوستامی بود، به محافل خانگی پولکی نمیرفت. همون کسایی را که خودش خوش داشت، علاقمندش بود، در اونجا دوره هم جمع میشدن، یک شب ساز بود. و این محافل زیادتر در منزل استاد فضل احمد جان نینواز بود، زیاد محافل خانگی در اونجا برگزار میشد. در منزل عبدالله جان عابد هم که یاد کردم پیشتر که سینمای بریکوت اجاره کرده بودن، در دارلمان یک خانه بسیار قشنگ و مقبول داشتن، در خانه از او محافل موسیقی برگزار میشد که رفتیم. در منزل دوستان افغانای علی هنود ما که احمد زاهر بسیار رفیقای خوب در بین از اونها داشت، یک مهمترین رفیقشان سندر بجاج است، آقای سندر بجاج که دوست بسیار خوب خود ما هم است و فعلا در انگلستان زندگی میکنه، ریشکش مثل موار سفید شده. و او زمانای نوجوانیش، ما متاسفانه امکانات از این ندارم که عکسایشان در روی صفحه براتان پرتم، و منزل سندر بجاج که در کارته پروان بود 3-4 دفعه ما برای موزیک رفتیم. البته اوجا احتمالاً پول هم گرفته احمد زاهر، چرا بر ما پول میداد بر اوجا که ما میرفتیم. دیگه خدمت شما عرض کنم، منزل
عزیز جان ملکیار و روشانه جان ملکیار چندین شب رفتیم برای ساز، برای موسیقی و اینا، و بسیار واقعا ما بسیاری محفل ها ما همیشه نبودیم، بسیار جایی دیگه خودش رفته او را دیگه من نمیفهم که در کجا رفته و در خانه کی رفته، ولی خب بسیار کسا را یعنی دوست داشت مردم خدا بر همگی، اما یک کلگی برای کلگی را به یک چشم میدید، آدم یک چیز نبود. اولین کست احمد ظاهر ما امرایش درام کار کردم و بعد از او باز ما به طرف ایران رفتم، فقط دارم یک کست اولش که در منزل یحیی جان آصفی در وزیر اکبر خان مینم، بسیار دقیق همیاله که اگر چشم خدا پت کنم بیخی همو خانه و همو صحنه و همو تیپ بسیار ریل کلان داشت و تیپ ریل زب میکد، تیپ چار ترک بود که چار داره مایکروفون میخورد، خوب دقیق یادم است و باز برای نوازنده و برای خود احمد ظاهر مایکروفون جدا بود و برای نوازنده تو مثلا بعد سه نوازنده یک مایکروفون میموند، برای طبله یک مایکروفون میموند، درام خوب کار نداشت. کست اول احمد ظاهر آهنگایی که در اون کست بود، آهنگایش که یادم است یک تعدادش رو براتون میگم، آهنگ بکسچی اگر می خواره و مستم بکسچی، آهنگ مره مره می بده، آهنگ تنها ترین مرد زمینم، آهنگ از سفر خوش آمدی خبر آوردن آمده ای از سفر بعد سالهای دراز، و چند آهنگ دیگه کمی لحظه به خاطر من نیست. در اون کستشان من امرشان کار کردم، نوازندهایی که در اون کست بودن استاد ننگیالی بود، خداوند رویشان شاد داشته باشه، استاد اسماعیل خان اعظمی بود، زندیات مسعود جمال بود، استاد ناله بود و ما بودم، و یک طبله نواز، طبله فکر نمیکنم کست اولش طبله نداشت، درام بود تنها. دیگه خدمت شما عرض کنم کست اول افغان موزیک البته که با در منزل یحیی جان آصفی بوده. از این قسمت هم خلاص شدیم، برسیم در مورد ساربان. ساربان بزرگ یکی نوشته کرده بود که تا جایی که ما شنیدیم احمد ظاهر ساربان بسیار بله بسیار زیاد دوست داشت، ساربان بزرگ بسیار هم احترامش داشت و بسیار علاقمندی امرش رویا میکرد. احمد ظاهر تمام هنرمندان را دوست داشت، احمد ظاهر با هیچ هنرمند رابطه منفی نداشت، خودش همیشه میگفت رقابت بسیار خوب است اگر مثبت باشه و رقابت منفی هیچ کس به هیچ جایی نمیرسونه. واقعا رقابت منفی متاسفانه در این اواخر در سالهای اخیر به حد به اندازه در بین هنرمندای افغان است و در بعضی دوری کرده نمیتونه، متاسفانه بسیار زیاد است، ولی احمد ظاهر تمام هنرمندا را بسیار زیاد دوست داشت. بقیه سوالاتم میمانم برای اینکه وقت ما تقریبا همیال 17 دقیقه شده و من قرار است یک لیستم برای شما بخونم. یک سوال دیگه هم یک سوال کرده بود که برادر ما که آیا کدام یادگار از احمد ظاهر مرگ گفته بود که داری یا نداری. ما آخری برنامه که با احمد ظاهر بودم پولش مرا نداده بود و باز من به ایران آمدم. احمد ظاهر که ایران آمد مرا روز اول مرا پیدا کرد و امرای عبدالله جان اعتمادی بودیم، آمدیم در خیابان پهلوی، یک سرک بسیار معروف ایران بود که حال به نام ولی عصر ساختن مثل که نامش هست، سابق به نام پهلوی بود و باز میدانی که بود میدان ولیعت بود. در اون خیابان یک فروشگاه بسیار کلان بود و چند بوتیک های بسیار زیاد مقبول و زیبا بود. ای که آمد مرا برد اول این مغازه، برای من دریشی خرید و پیران خرید و بوت خرید و نکتایی خرید، چندین تا پیران خرید. گفتم تور جان برای چی؟ گفت نه من قرضدارت هستم، من باید قرضدار این رقم ادا کنم. در هر صورت من متاسفانه از اون لباسای خریده قصه تقریبا 40-45 سال پیش است، من هیچ چیزی ندارم. یک ماهی که در ایران بود ارمونی ما، یک ارمونی از کابل امرای خود برده بودم و ارمونی را البته به فرمایش جناب دکتر صاحب صادق فطرت ناشناس که پدرم مشناختشانه، 14 ساله بودم که هندوستان رفتم، ناشناس هم اونجا بودن، پدرم ازشان پرسان کرد که بر بچه ما ارمونی هم میخرم، بازگو برو در مغازه بینا. در اون وقت خود آقای بینا خدا رحمتش کنه این مارک بینا که داره ارمونی بینا میگن، او وقت خودش حیات داشت، تمتی یک ریش بسیار بلند دراز سفید داشت و گفت برو پیش بینا بگو ارمونی نمره 16 را که به ناشد به دکتر فطرت دادی امونو از اون نمره از اون یک داره بیام، یک دانه ارمونیا داشتم. انشالله در یک برنامه دیگه ارمونیا رو میارم براتون، به خاطر از اینکه یک ماهی که احمد ظاهر در ایران بود اما ارمونیا من زیر دستش بود و من همیشه هم راش طبله می نواختم و احمد ظاهر عادت داشت چپ دست بود، وقتی که می خواند امرای یعنی انگشت خود سر پرده ارمونیا هم پلوق می زد، یعنی یگان وقت اگر طبله نواز نمی بود که این قسمتش در خود پکه میزد یک دب میکرد و یه امپلوک تک میکرد،
دینامی قسم میزد که خودش ریتم میداد برش، یعنی اگر طبله هم نهی بود که دون زمو هم ریتم میگرف هم میخوان بسیار عالی بود. منطقه در میتونی یک مایی که قمپلق در یک پرده هرمونیه زد، یه هرمونیه پردهش سراخ شد تا گرد. گفتم تور جان دیخو سراخ شد، گفت برو بچه با تیپ میبزنش یک چاره کود اگر شد. و او هرمونیه را دارم منوز به خاطر احمد زایر، او هرمونیه را نگاه کردیم در منزل است، انشالله در یکی از برنامه حتما میارم برای یادتان نشان میتونم. و من در سال 2003 یک سفر به افغانستان رفتم. در سفری که در افغانستان رفتم، در اون زمان اگر به خاطر داشته باشین، دوره اولی که طالبان در افغانستان آمدن، قبر احمد زایر انفجار دادن، یعنی سنگ سیاه قبر منفجر کردن. ما که رفتیم سر ادیره احمد زایر، دیدیم که سنگار هم تو مردم جمع کردن، همه تو سردسر ماندن. البته ما در زمان کرزی رفتیم، در زمان آقای کرزی رفتیم و طالبان از بین رفته بود، مردم سنگار جمع کردن. من فقط یک دانه همون سنگ، یک از همون سنگار از همون سر قبرش ورداشتم و همراه خود آوردم. یه یادگار است که از قبر احمد زایر گرفتیم و همیشه پیش ما است. دیگه یادگارش برای ما شخصیتش، هنرش، صدایش، مقبولیش، احترامش، مردم دوستیش، غریب نوازیش، اینا کلش برای ما یادگارهای بسیار بزرگ است. احمد زایر باشه که سوال دیگه هم شده بود در مورد آهنگا و کمپوزا و ایگپا. احمد زایر بسیار پرکار بود، به حد و به اندازه پرکار بود. اما تر براتان گفتم باز مواقع در باز خانه خانه باز دوستا که می رفتیم، امی اولین سوالش که مدر آمد که سلام داده بود هرمونیه داری؟ یعنی ایچ نمی قصی از این نمیشد. حال در ایچه که میرین اگر خاننده که در خانه که میرین برای خاننده اگر هرمونیه بری قارش می سوار زورش میده که اوی در خانه ما آمده و مرا در خانه خواسته و بازی به هرمونیه به ما میره کرده، ما باید برشان بخانم. اما ظاهر که مدر آمد میگه فاقا هرمونیه داری، بیار هرمونیه را که میاور فقط دواز میکند و شروع میکند در خاندن. ما بسیاری مواقع که ممنوعش بدیم دمت مواقع یک کتی را، یک کاسه را، یک دیگ، یک چیز را گرفتیم امرایش سر می سر هر چیز ریتم گرفتیم و ای خوانده. و بسیار یک آدم به کبر بود واقعا، خدا رحمتش کنه، روی شاد باشه. یک برادر سوال کردن که آیا احمد زایر استاد داشت، پیش رهنما داشت، پیش کسی کار کرده؟ احمد زایر هیچ استاد نداشت. این را باید بر شما همتون بسیار به صورت واضح بگویم. احمد زاهر باشن که یک برادر ما انتقادم کرد که تو احمد زاهر میگی. گفتم خوی آلمان اصطلاحی شده، مرتب آدم میگه احمد زاهر، هیچ کس نمیگه احمد زاهر. خب اصطلاحی شده احمد زاهر که میگن با یا میگه، در حالی که هید و چشم هست درست میگن آنها. احمد زاهر خدمت شما عرض کنم استاد نداشت، شنونده بسیار خوب بود، یک چیز را که گوش میکرد بسیار دقیق گوش میکرد، خوب دم و عمقش میرفت و بسیار چیز ازش میورداشت، چیزهای خوبش هم میورداشت، در کار خود اضافهش میکرد. ولی ای که کسی یادش داده باشه و سارگم و پدنیسار یادش داده باشه و سرگم یادش داده باشه و آوازخانی را، اصلا احمد زایر خودش یک پدیده خودی بوده که خودش هم تو رشد کرده و بسیار زیبایی و بسیار کیفیت رشد کرده. در مورد فیلم احمد زایر سوال کرده بود یک برادر ما که فیلم احمد زایر به کجا رسید. ما 3 روز پیش یا 2 روز پیش با شبنم جان زایر، دختر احمد زایر هم صحبت کردم و برش گفتم هم که برش گفتم ما یک برنامه را سر دست گرفتیم. ما را گفت کاکای چیزا را بانگ، ما باید کدی گپا را بر ما بزنی. ما برش روان کرده بودم کلیپ های 7 کلیپ. گفتم که امرای ما قبلا یک مصاحبه کرده بود، گفت ما این چیزا را که دیدیم ما باید یک دفعه دیگه باز امرای یک صحبت بکنم. در مورد فیلم احمد زایر، فیلمش تقریبا خلاص است. خلاص به ایست که یک چند تا مصاحبه شبنم جان مانده. شبنم جان کار بسیار ساده نمیکنه که امرا یک کمره عادی بره در خانه و یک مصاحبه بکنه و چیز کنه. اینا که یک گروپ هم میاره و این گروپ آوردن گروپ یک مصرف کار داره. متاسفانه شرایط فعلا خودش سر ماستری خود کار میکنه، شدیداً به درس و اینای خود پشتش است. تو پولدارم نیست که بگیم که از جیب خود پول مصرف کنه و این فیلم به پایان برسانه. شبنم جان یک سفر باید بره به آلمان که امرای عمه خود بلقیس جان زایر، امرای عبدالله جان اعتمادی، امرای آقای احمد ولید اعتمادی مصاحبه داره که مصاحبه را باید انجام بده. یکی از فامیلاشان در اونجا است که باید مصاحبه بکنه، یک بچه مامای پدرش است، بچه مامای احمد زایر جان، بچه دکتر سبرسا که از جمله رفیقای احمد زایر بودم.
کمره از اونا مصاحبه کنه و یک سفر هم این طرف قرار است بیاید با خانم فریده انوری مصاحبه داره، با ولی جان اشپاری احتمالا یک مصاحبه داره و اینی مصاحبه کلش یک مصرف کار داره که متاسفانه فعلا دستش تنگ است و با مجرد که یک پول به دستش بیایه انشالله که اگه هنرمندا دست به دست هم بتن. ما این کار کردیم یک سال و برش گفتم که بخیر ماه رمضان بگذره در موردش گپ میزنیم اگه بتانیم بازم یک کنسرت برگزار کنیم و تندارای ما بین ساتشان تیر شد. در غیر از او خور رقم کمک کس که بگیه برای دختر احمد ظاهر کمک کو که فیلم بسازه کس تو کار نمیکنه. اسپانسرهای بسیار قوی هم هست، بسیار پولدارا هستن ولی بسیار کسا هستن که دستشان در جیبشان نمیره متاسفانه. در بسیار چیزا دستشان در جیبشان میره ولی سر تو مسائل که احمد ظاهر چقدر مردم دوست داره دستشان در جیبشان نمیره. در هر صورت انشالله با امید خدا که فیلم احمد ظاهر هم به زودی درست خواهد شد. ما بقیه سوالا رو میمانم بر دفعه دیگه. من فقط برای شما امروز یک تعداد آهنگای احمد ظاهر با کمپوزایش و شعرهای شاعرایش اگر باشه و یک تعدادش هست یک تعدادش نیست شما ببینید که کدام آهنگا رو احمد ظاهر خودش کمپوز کرده. آهنگ این چه عشق است که در دل دارم کمپوز از احمد ظاهر است. آهنگ دلکم ای دلکم کمپوز از زنده یاد نی نواز بزرگ است و شعرم از نی نواز بزرگ است. آهنگ خودت میدانی گل من شعر از آقای نبیل مسکینیار است و کمپوز از احمد ظاهر است. آهنگ انوز بر لب من جای بوسه‌های تو است کمپوز از احمد ظاهر است. آهنگ به خدا تنگ است دلم تنگ است دلم کمپوز از احمد ظاهر است. آهنگ ای آی سحرگاه کمپوز از احمد ظاهر است. آهنگ تا به جفایت خوشم شعر از فروغی بستامی است و کمپوز از احمد ظاهر است. آهنگ اگر عشق باشد گناه کمپوز احمد ظاهر است. آهنگ نداند رسم یاری بی وفا یاری که من دارم شعر رحیم معیری کمپوز احمد ظاهر. آهنگ یاد روزگار شیرین آهنگ غربی لاتین است. نه سرود نه سرور آهنگ کمپوز احمد ظاهر است. هرچی گویم دوستت دارم باز به شعر از کارو کمپوز از احمد ظاهر. من یه آهنگ اوقدر زیاد نشونیدیم. سرسر پشته عاشق کشته کمپوز از مسعود جمال است. درد دل آهنگ درد دل کمپوز احمد ظاهر است. عجب صبر خدا دارد اگر من جای او بودم شعر از نصرت رحمانی کمپوز از احمد ظاهر. این شعر را برای تو میگویم نادر نادرپور شاعر است کمپوز احمد ظاهر. مرا مرا می بده شعر و کمپوز از استاد ترانه ساز است شاه ولی ولی ترانه ساز. یارک من چرا خوش باور هستی شعر از احمد ظاهر و از چیزای محلی شعرهای فولکلور گرفته و کمپوز از احمد ظاهر است. چی بیهوده چی ساده کمپوز احمد ظاهر است. هوای عشق تو از سر دیگر نخواهد رفت کمپوز احمد ظاهر. اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خواند کمپوز احمد ظاهر. مرا دلخون کردی همچون مجنون کدی از درد بیرون کدی خیر نبینی کمپوز از استاد خیال است. دل ما هرچه ریش کمپوز احمد ظاهر. با جست و مونس دیگر شعر و کمپوز از استاد نی نواز بزرگوار است. اگر ای آسمان خواهم که یک روز اگر ای آسمان خواهم که یک روز ای آهنگ ایندی کپی غربی نشته کردن ایندی و کپی غربی. ای که از یار نشان می طلبی یار کجاست کمپوز احمد ظاهر. تنیده یاد تو در تار و پودم میهن ای میهن کمپوز احمد ظاهر. ای سرود واپسینم که آهنگ بسیار دلخواه خود مهم است شعر از آقای نبیل مسکینیار است و کمپوز از احمد ظاهر. بقیه آهنگا را ما در هر هفته در هر برنامه یک 28-30 آهنگشان رو بر شما معرفی میکنم برای از اینکه بسیار زیاد میشه. همیار تقریبا نیم ساعت است که من همراه شما هستم. من بقیه سوالات شما را در برنامه بعد اگر بازم سوالات داشته باشین تا جایی که من بتانم و بفهمم براتان میگم با کمال میل. احمد ظاهر یک پدیده بسیار نایاب بود که همه تو آمد و بسیار با فاصله بسیار کم از پیش ما رفت. 33 آلبوم 33 کست در مدت در طول عمر کوتاه خود بسیار کار مشکل است ولی آفرینش روان شاد یادش گرامی باد بر همگی شما
شب و روز خوش میخوایم. انشاءالله در برنامه آینده باز در خدمت شما هستم. خداوند یار و مددگارت.